شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های پیام نو در خدمت شما هستیم. این برنامه‌ها شامل شهادتنامه و تجربه‌های روحانی مسیحی و نقل داستان‌هایی از کتاب مقدس و بررسی سوال‌های مربوط به آن می‌باشد. در دو برنامه گذشته مطالبی در مورد زندگی ملکه استر، ملکه سرزمین پارس آموختیم. او با گفتن حقیقت به همسرش خشایارشا توانست جان مردم قومش را نجات دهد. قبل از پایان برنامه جلسه گذشته از شما درخواست کردم که همیشه با اعضای خانواده و دوستانتان صادق و راستگو باشید. آیا در موقعیتی قرار گرفته اید که مجبور باشید بین گفتن حقیقت و نگفتن آن یکی را انتخاب کنید؟ امیدوارم که توانسته باشید با اطرافیانتان با صداقت و راستگویی برخورد کنید. شهادتنامه امروز از زبان خانم جوانی است که عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته است. داستان او و چگونگی رسیدن به این تصمیم بزرگ را بشنوید. در کتاب یوحنا فصل 10 آیه 10 عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. من نمی‌توانستم معنای این آیه را بفهمم. به چیزی اعتقاد داشتم ولی نسبت به آن متعهد نبودم و حتی کورکورانه از دین و مذهبم دفاع هم می کردم. همیشه از مرگ می ترسیدم، چرا که در باطن خود می دانستم که گناهکارم. چه چیزی بعد از مرگ در انتظار من است؟ اما این حس ترس از مرگ با رفتن به کلیسا رو به تغییر گذاشت. گرچه رفتم به کلیسا رو جدی نگرفته بودم، اما سخنان واعظ را می شنیدم. او می گفت: اگر می‌خواهید برای گناهانی که کرده اید بخشیده شوید، به عیسی مسیح ایمان آورید. عیسی مسیح؟ اما او فقط یک پیامبر بود. مردمی که در کلیسا بودند به من گفتند که عیسی مسیح یک خداوند است. از آنها می‌پرسیدم: چرا سعی می‌کنید از او یک خداوند بسازید؟ آنها در پاسخ می‌گفتند که خداوند ما را بسیار دوست می‌دارد. عیسی با تواضع و فروتنی خود را از آسمان به زمین آورد تا در بین ما زندگی کند. عیسی آمد که به خاطر گناهان ما بر روی صلیب کشته شود تا ما را با خود آشتی دهد و روز سوم نیز از مرگ برخاست. من از صحبت‌هایی که با دوستان مسیحی هم داشتم و با خواندن کتاب مقدس به پاسخ سوال‌هایم رسیدم. کتاب مقدس بسیار قدرتمند است. آن مانند شمشیری بران پرده‌ای را که به دور قلبم کشیده شده بود درید و وارد قلبم شد. خداوند دعاهای مرا پاسخ داد و قلبم را لمس نمود. اکنون با اطمینان می‌گویم که عیسی مسیح خداوند است و تنها او می‌تواند گناهان ما را ببخشد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. یوحنا فصل 3 آیه 16. هر روزه کسانی مانند شیما در کتاب مقدس به دنبال حقیقت می‌گردند. ما برای همه آنانی که در کتاب مقدس و در ارتباط شخصیشان با عیسی مسیح در جستجوی حقیقت هستند، آرزوی موفقیت می‌کنیم. ما می‌خواهیم از قسمت عهد جدید کتاب مقدس داستان‌هایی را با شما در میان بگذاریم. اما قبل از آن می‌خواهم داستان دیگری از کتاب مقدس برایتان تعریف کنم. این داستان داستان‌های زیادی را از عهد عتیق به یکدیگر متصل می‌سازد. در حالی که به داستان گوش می‌دهید، به این نکته نیز توجه داشته باشید که بشر در طول هزاران سال زندگی گناه‌آلود داشت. برای انسان داشتن یک رابطه شخصی و فرمانبردارانه و همیشگی با خداوند امری غیر ممکن به نظر می رسید. بدین ترتیب خداوند نیاز به وجود یک مسیح را می دانست. عیسی باید بیاید. و اکنون مروری بر داستان در آغاز. در آغاز
در آغاز وقتی خداوند زن و مرد را آفرید، او آنها را شبیه خود ساخت. او با آدم و حوا رابطه دوستانه ای داشت. خداوند با آنها حرف می زد و آنها حرفهای او را می فهمیدند. آنها در باغ زیبایی که خداوند برایشان ساخته بود زندگی می کردند. تا اینکه یک روز آنها با خوردن میوه درخت شناخت نیک و بد از دستور خداوند سرپیچی کردند. و وقتی میوه آن درخت را خوردند، چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. آدم و حوا از برهنه بودن خود خجالت کشیدند و وقتی صدای خداوند را شنیدند که می آمد، خود را مخفی کردند. رابطه آنها با خداوند به واسطه نافرمانیشان گسسته شد و بدین ترتیب گناه وارد جهان شد. اما خداوند نه تنها به خاطر این نافرمانی آنها را نابود نکرد، بلکه حتی با پوست حیوانات لباس تهیه کرد و آنها را پوشاند. او با مهربانی نسبت به آنها قضاوت کرد و نهایتاً آنها را از باغ بیرون راند. گناه از طریق آدم و حوا به پسرانشان نیز منتقل شد. یکی از پسران به نام قائن برادر خود هابیل را کشت. اما خداوند همچنان در پی بازسازی ارتباط از دست رفته بین انسان و خود بود. از این رو او پسر دیگری به آدم و حوا اعطا نمود. آنها نام او را شیث گذاشتند و شیث سرسلسله نسل‌های دیگر شد. در زمان نوح دنیا پر از شرارت شده بود. شرارت تمام اعمال و افکار انسانها را در بر گرفته بود. ارتباط خداوند با انسان به واسطه گناهان بسیار به شدت گسسته شده بود. خداوند بدین سبب بسیار غمگین شد و از خلقت انسان بسیار متاسف. آتش خشم خداوند همه دنیا را در بر گرفت و فقط نوح و خانواده‌اش برای برقراری یک ارتباط مجدد بین خداوند و انسان در امان ماندند. خداوند با آنها عهدی بست. او به آنها فرمود که دیگر زمین را با طوفان از بین نخواهد برد. نسل‌ها بعد خداوند یکی از فرزندان نوح را انتخاب کرد تا از طریق او قوم‌های جهان را مورد رحمت خود قرار دهد. نام او ابراهیم بود. خداوند نسل ابراهیم را برکت خواهد داد و آنها به تعداد ریگ‌های بیابان خواهند شد. چندین نسل بعد همانطور که خداوند فرموده بود، نسل ابراهیم رشد کرده قوم بزرگی را تشکیل داده بودند. خداوند به واسطه آنها مصریان را مورد رحمت خود قرار داده بود. اما سرانجام قادر مطلق فرزندان ابراهیم را که اسرائیلیان نامیده می شدند از سرزمین مصر بیرون آورد. او آنها را به سرزمینی که وعده اش را به آنها داده بود برد. آن سرزمینی بود حاصلخیز با منابع طبیعی فراوان و شهرهای زیبا برای زندگی کردن. شما ممکن است فکر کنید که بالاخره ارتباط از دست رفته بین خداوند و انسان از نو برقرار شد. اما به محض اینکه آنها در سرزمینی که خداوند به آنها داده بود ثروتمند شدند، دوباره از خداوند روی برگرداندند. آنها خداوندی که آنها را مورد رحمت قرار داده بود و از بردگی مصریان آزاد کرده و به چنین سرزمین حاصلخیزی آورده بود را فراموش کردند. آنگاه خداوند آنها را به دست دشمنانشان سپرد. آنها به دست نیروهای بیگانه شکست خوردند. سپس آنها فریاد برآوردند و گفتند: خداوند، ما گناهکاریم. ما از تو روی برگردانده ایم. ما را از دست دشمنان ما نجات بده. و خداوند از روی محبت و لطف خود نجات دهندگانی را برای فرزندان خود مهیا کرد. مردم به سوی خداوند بازگشتند، اما چندی بعد دوباره به راه‌های گناه آلود خود ادامه دادند. آنها مطابق آنچه که خداوند به پدرانشان فرموده بود برای گناهان خود قربانی می دادند. خداوند به آنها در خصوص قربانی و چگونگی قربانی کردن به منظور پاک کردن گناهان دستوراتی داده بود و آنها نیز هر سال قربانی های خود را تقدیم می کردند. کاهن اعظم به معبد می رفت و دعا می کرد تا قربانی های مردم پاک کننده گناهانی باشد که آنها در سال گذشته مرتکب شده بودند. اما مردم همچنان به زندگی گناه آلود خود ادامه می دادند. سپس خداوند بر آنها پادشاهی قرار داد. نام او شاول بود. اما او از راه خداوند منحرف شد. پس خداوند کسی دیگری را به جای او پادشاه کرد. نام او داوود بود. خداوند به داوود پادشاه وعده داد که از نسل فرزندان او پادشاهی خواهد آورد. پادشاهی از نسل داوود که تا ابد پادشاهی خواهد کرد. بعد از داوود پسرش سلیمان به پادشاهی رسید. بعد از مرگ سلیمان پادشاهی اسرائیل به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. قومی که در قسمت جنوبی یعنی یهودا زندگی می کردند از نسل داوود بودند. اما هم در جنوب و هم در شمال این پادشاهی مردم از راه خداوند دور شده بودند. ارتباط آنها با خداوند به خاطر پیروی آنها از مذاهب مردم اطرافشان گسسته شده بود. پیامبران یکی پس از دیگری از جانب خداوند برای هدایت آنها فرستاده می شدند. اما قلب آنان همچنان دور از خداوند بود.
بعد از هشدارهای فراوان خداوند گذاشت که آنها به دست دشمنانشان شکست بخورند و 10 قبیله از آنها به اسارت برده شدند. فقط 2 قبیله جنوبی که یکی از آنها از نسل داوود بودند در آن سرزمین باقی ماندند. از آنهایی که به اسارت برده نشدند، بعضی به سوی خداوند بازگشتند و بسیاری دیگر همچنان به راه خود ادامه دادند. آنها ترجیح دادند که چون بت پرستان زندگی کنند و در نتیجه حدود 100 سال بعد آنها نیز به اسارت برده شدند. بعد از 70 سال اسارت، بازماندگان اسرای قبائل جنوبی اجازه یافتند تا به سرزمین خود بازگردند. بعضی از آنها به شرارت و گناهکار بودن خود پی بردند. آنها یک زندگی که مطابق با فرامین خداوند بود را آغاز کردند. قلب آنها به سوی خداوند شد و بدین ترتیب آنها در پی آبادانی سرزمین و پیروی از قانون خداوند حرکت کردند. اما با گذشت زمان بسیاری از آنها دوباره از مسیر خداوند منحرف شدند. در حالی که بسیاری دیگر همچنان در انتظار آمدن پادشاهی بودند. آنها در انتظار تحقق وعده‌هایی بودند که خداوند از طریق پیامبرانش به آنها داده بود. کسی خواهد آمد که با عدل و انصاف حکومت خواهد کرد. او را مشاور بزرگ، پدر جاوید، شاهزاده صلح و خدای قادر مطلق خواهند نامید. آنها در انتظار کسی بودند که پیامبران درباره‌اش می‌گفتند حکومت او را پایانی نیست. این آن چیزی است که مردم آرزوی آن را داشتند. آنها می‌دانستند که آن قربانی را که هر سال می‌بایست برای بخشیده شدن گناهانشان تقدیم می‌کردند کافی نیست. اگر یک راه حل نهایی پیدا نشود، عدالت خداوند گریبان آنها را خواهد گرفت. آنها به دنبال یک شخص سیاستمدار بودند تا حکومت کند. اما خداوند کسی دیگری را برای آنها در نظر گرفته بود. خداوند نجات دهنده ای را برای تمام بشریت در نظر گرفته بود. حال بیایید ببینیم که چه چیزی از این داستان آموخته اید. آیا به یاد دارید که زندگی شما قبل از پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده تان چگونه بود؟ این بسیار مهم است که بدانید عیسی مسیح شما را از چه زندگی نجات داده است. آن یک زندگی گناه آلود است. درست مانند آدم و حوا، گناه باعث شده که ارتباط شما نیز با خداوند گسسته شود. مانند مردمی که در دوران موسی، ابراهیم و پادشاهان زندگی می کردند، شما نیز برای پاک شدن گناهانتان نیاز به یک قربانی دارید. ما چه کسی و یا چه چیزی را داریم که تا ابدیت گناهانمان را فعلا؟ ما چه کسی و یا چه چیزی را داریم که تا ابدیت گناهانمان را پاک کرده است؟ عیسی بر روی زمین آمد تا قربانی کامل و بی‌نقص برای گناهانمان باشد. امروز از شما می‌خواهم که کار دیگری را انجام دهید. من می‌دانم که تا چه اندازه شعر، هنر و موسیقی در فرهنگمان از اهمیت برخوردار است. فکر کنید که چگونه می توانید از طریق شعر، هنر و یا موسیقی ایمانتان به خداوند و عیسی مسیح را بیان کنید. حاصل کار خود را با سایر دوستان ایماندارتان در میان بگذارید. اگر حس می کنید که روح القدس از شما می خواهد که آن را با کسانی که هنوز ایمان نیاورده اند نیز در میان بگذارید، خواهش من از شما این است که این کار را انجام دهید. آیا آیه هفته را به یاد دارید؟ بیایید آن را با هم با صدای بلند بگوییم. از انجیل یوحنا فصل 15 آیه 5: من تاک هستم، شما نیز شاخه های من. هر که در من زندگی کند و من نیز در او، میوه فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 201-638-98-98-98 تکرار می کنم 201-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. Thank you.
شما می توانید برنامه‌های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید.